به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما فارسی زبانان محترم خارج از کشور. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید که امروز هم همراهی بفرمایید برنامه زیتون رو از شبکه جام جم. در ارتباط با عملهای جراحی بینی حرف و حدیث خیلی زیاد هست و ما در طول این برنامه میخوایم صحبت کنیم راجع به اینکه آیا همه اعمال جراحی که در مورد بینی انجام میشه عمل زیبایی هست یا نه. ما واقعا مشکلاتی داریم که باید از لحاظ درمانی رسیدگی بشه و عمل جراحی در مورد اونها صورت بگیره. آقای دکتر حسنانی، خیلی خوش آمدین و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون. به نام خدا، منم سلام میکنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و بینندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم. سپاسگزارم. آقای دکتر، بد نیستش که از یکی از مشکلات شایعی که در مورد بینی وجود داره و شاید بینندگان ما هم در سرتاسر دنیا خیلی زیاد راجع بهش شنیده باشن، بحث رو آغاز کنیم و اون هم مسئله انحراف بینی هست. ما چه تفاوتی قائل هستیم بین انحراف بینی و کجی بینی؟ اینها چه فرقی با هم میکنن و آیا همه بینی هایی که در موردشون اصطلاح در واقع منحرف بودن رو به کار میبریم همشون نیازمند عمل جراحی هستن یا خیر؟ بله، انحراف بینی یه مقوله ایه که باید در موردش تعریف دقیقی بشه تا ما بتونیم صحبت کنیم. مواقعی است که بینی در ظاهر کاملا صافه، بله، ولی فرد دچار مشکل تنفسیه به دلیل اینکه تیغه وسط بینی کج شده. درسته. ما یه تیغه وسط بینی داریم که دوتا حفره بینی رو از هم جدا میکنه. حالا این تیغه باید صاف باشه تا جریان هوا توی هر دو تا حفره خیلی خوب انجام بگیره، یعنی هوا وارد منافذ بینی میشه و میره وارد حلق میشه. اگر اون تیغه وسط بینی کج شده باشه میتونه یکی یا هر دو تا حفره بینی رو مسدود کنه. در این صورت ما اصطلاح انحراف بینی رو به کار میبریم. انحراف بینی باعث مشکل تنفسی میشه. اما خیلی وقتا به اشتباه بعضی از افراد فکر میکنن که هر کسی که بینیش در ظاهر کجه ما میگیم انحراف بینی. اون که در ظاهر کج باشه دو حالت داره، میتونه تیغه وسط بینی همزمان داخلش بینی رو مسدود کرده باشه، میتونه تیغه وسط بینی هم همراه با کل بینی کج شده باشه. درست. اگر تیغه وسط بینی همراه با کل بینی کج شده باشه، فرد ممکن اصلا هیچ مشکل تنفسی نداشته باشه، فقط بحث زیبایی ظاهری بینیش کجه ولی تنفسش خیلی راحت انجام مشکلی میشه. براش ایجاد نمیکنه، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. میتونم بینی در ظاهر کج باشه، تیغه وسط هم کج باشه، در این صورت فرد هم بینیش در ظاهر کجه هم مشکل تنفسی داره. درسته. حالا افرادی که بینیشون صافه، تیغه وسط کجه، اینا مشکل تنفسی دارن، ما جراحی که میکنیم از داخل بینی انجام میشه، میریم تیغه وسط بینی رو صاف میکنیم و فرد تنفسش برقرار میشه. این ممکنه آیدو تو بینی خیلی زیبایی هم داشته باشه، بله، ولی باید این عمل جراحی در موردش انجام بشه. حتما. یعنی بس تنفسیه. بله. فرد بینی خیلی زیبا و صاف و قشنگی داره ولی از داخل تیغه وسط کج شده. درست. و فرد نمیتونه نفس بکشه. اینجا ما اصلا هیچگونه جراحی زیبایی انجام نمیدیم. فقط میریم تیغه وسط بینی رو صاف میکنیم و فرد تنفسش برقرار میشه. بعد از عمل دیگه مشکل تنفسی وجود نخواهد مشکل داشت. مشکل وجود نخواهد داشت. درسته. حالا اگر که فرد اصلا هیچ مشکل تنفسی نداره و بینیش کجه، در این صورت بس زیباییه. بله. یعنی ما میخواییم فرد رو جراحی بکنیم برای اینکه در ظاهر بینیش صاف بشه و ظاهر بهتری پیدا کنه. بله. اینجا دیگه بس انحراف بینی و مسائل درمانی و اینا مطرح نیست. فرد اگر با اون بینی کج میتونه زندگی کنه اشکالی برای سلامتش ایجاد نمیشه. فقط بحث از لحاظ روحی روانی اگر ارضا میشه، مشکلی با اون بینی کج نداره، میتونه زندگیشو ادامه بده. درسته. تو پس در واقع نتیجه‌ای که می‌گیریم از توضیحات شما اینه که ممکنه که در ظاهر یک بینی از لحاظ ظاهری کج باشه و بر تصور همگان باشه که این بینی انحراف داره، در حالی که مشکل تنفسی برای اون فرد ایجاد نکنه. از اون طرف دیگه ممکنه در ظاهر بینی خیلی زیبا باشه اما در واقع در داخل اون سپتوم یا اون تیغه میانی انحراف داره و مشکل تنفسی ایجاد میکنه. بله. در اینجا باید مراجعه کنن به پزشک متخصص و بازبینی بشه، در واقع بررسی بشه بینیشون، اگه مشکلی داره عمل جراحی درمانی در موردشون. بله، دقیقاً همینه. ما خیلی وقتا افرادی داریم که میان به ما مراجعه میکنن، فرد بینیش در ظاهر کجه ولی هیچ مشکل تنفسی نداره، میاد به ما میگه که من میخوام به خاطر انحراف بینی عمل کنم. بله. میگم خب حالا میخوای عمل کنی که چه نتیجه بگیری؟ میگه خب من بینیم انحراف اینطوری نیست که هر کس بینیش کجه باید عمل کنه. درسته. در صورتی که مشکل تنفسی داره باید عمل کنه. اون بینی کج فقط بحث زیبایی و ظاهری، اگر دلش میخواد بینی صاف بشه حالا این دیگه بحث اضافیه که میتونه جراحی زیبایی هم انجام بده.
درسته. یه مسئله دیگه ای که شاید خیلی در موردش صحبت میشه بحث پولیپ های بینی هست. اصلا پولیپ بینی چه تعریفی داره و چه مشکلاتی میتونه ایجاد کنه برای مریض؟ ببینید اون لایه پوشاننده داخل بینی، اون لایه رو ما اسمش رو میذاریم مخاط بینی. همینطوری که خارج بینی لایه پوشاننده اسمش پوسته، لایه پوشاننده بدن اسمش پوسته، لایه پوشاننده داخل مخاط، داخل دستگاه تنفس و دستگاه گوارش اسمش مخاط. حالا اون مخاط در اثر عوامل مختلفی میتونه از حد نرمال بیشتر رشد کنه. درسته. اگر بیشتر رشد کنه یه بافت اضافی تو بینی ایجاد میشه که اسمش میشه پولیپ. بله. حالا این پولیپ میتونه مثلا در اثر آلرژی ایجاد بشه یا در اثر رشد بعضی از قارچ‌ها ایجاد بشه. در اثر عوامل مختلفی میتونه اون مخاط داخل بینی رشد بکنه بیشتر از اندازه و فضای داخل بینی رو مسدود بکنه. درست. اون بافت اضافه‌ای که ایجاد میشه اسمش پولیپه. خب این پولیپ بحثش بحث مشکل تنفسیه. حالا اگر که پولیپ درمان اصلیش درمان داروییه، ما داروهایی داریم که وسیله اون میتونیم پولیپ‌ها رو کنترل کنیم و این مخاط دوباره رشدش متوقف بشه و تحلیل بره برگرده به حالت اول و فرد تنفسش برقرار بشه. ولی در بعضی از موارد ما نمیتونیم به وسیله دارو مشکل رو حل کنیم و پولیپ‌ها رو از بین ببریم. در این گونه موارد مجبور میشیم که با استفاده از روش‌های آندوسکوپیک بریم پولیپ‌ها رو بتراشیم، خارج کنیم تا فرد راحت بشه بتونه تنفسش رو دوباره پیدا کنه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما در خدمت دکتر حمیدرضا حسنانی هستیم، متخصص بیماری‌های گوش، گلو و بینی و در ارتباط با مشکلاتی که مربوط هست به بینی داریم صحبت می‌کنیم. چه مشکلات تنفسی رو می‌تونه ایجاد کنه و کدام دسته از این مشکلات می‌تونن منجر بشن به و باید منجر بشن به اعمال جراحی. حالا در رابطه با تکنیک‌های مختلف جراحی هم در طول برنامه صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم که شما همراه ما هستید با برنامه زیتون از شبکه جام جم. در خدمت آقای دکتر حمیدرضا حسنانی هستیم، متخصص بیماری‌های گوش، گلو و بینی و در ارتباط با مشکلات مربوط به بینی داریم صحبت می‌کنیم. در مورد پولیپ بینی آقای دکتر توضیح دادن که چه تعریفی داره و معمول‌ترین روش‌های درمانی در موردش چی هست. حالا آقای دکتر حسنانی، این سوال رو می‌خوام از شما داشته باشم که ارتباط پولیپ‌های بینی با جراحی بینی چی هست؟ ببینید خیلی از افرادی که ما مراجعه می‌کنن برای جراحی پلاستیک بینی همزمان ممکنه پولیپ بینی هم داشته باشن. یعنی فرد مراجعه میکنه مشکل تنفسی داره، خب اشکال ظاهری زیبایی بینی هم داره. درسته. از ما میپرسن که آیا همزمان میشه ما هم پولیپ بینیمون عمل کنیم هم جراحی زیبایی انجام بدیم یا نه؟ این جوابش مثبته. ما به وسیله تکنیک های اندوسکوپیک اول پولیپ ها رو میتراشیم، از بینی خارج میکنیم، بعد از اینکه مشکل تنفسی کاملا اصلاح شد میتونیم تکنیک های جراحی پلاستیک رو هم روی بینی انجام بدیم. حالا اینکه بعضی از افراد مثلا جراحی پلاستیک انجام میدن میگن ما پولیپ عمل کردیم، این از اینجا شروع شده. درسته، هیچ ارتباطی به هم نداره. ارتباطی به هم نداره. بله، به هر حال فردی ممکنه همزمان پولیپ داخل بینیش باشه، نیاز به جراحی زیبایی هم داشته باشه. این دوتا عمل همزمان با هم قابل انجامه. وگرنه اگر کسی دلش نخواد عمل زیبایی انجام بده، خیلی راحت از طریق اندوسکوپیک پولیپش برداشته میشه و هیچ دستی و دستخوردگی به ظاهر بینیش هم لازم نیست که. اصلا روش‌های اندوسکوپیک اجازهشون در اینی که ما هیچ گونه برشی روی بینی انجام نمیدیم. با استفاده از اون لنزها و تلسکوپایی که از وارد بینی میشیم و با استفاده از یه سری دستگاه دیگه هم پولیپو میتراشیم و خارج میکنیم، هیچ گونه برشی روی بینی نداره. درسته. فرد میاد بدون اینکه هیچ برشی روی بینی باشه، پولیپا کاملا خارج میشه، تنفسش کاملا برقرار میشه و میتونه بره سر کارش. اونم اگر احتیاج داشته باشه به روش جراحی، وگرنه فهمودین که با یه سری داروهایی میشه. بله، پولیپا درمان اصلیشون درمان داروییه. اگر به درمان دارویی جواب ندن، در اون صورت ما اقدام جراحی انجام میدیم. درسته. حالا آقای دکتر، میخوایم صحبت کنیم راجع به انواع بینیایی که وجود داره، چون این به هر بحث بینی گوشتی، بینی غضروفی، اینها رو تفاوتش رو بفهمید که اصلا چه فرقی با هم داره و چه تعریفی برای خودشون وجود داره. ببینید بینی که برای فردی که برای جراحی زیبایی مراجعه میکنه، یا بینی گوشتی داره یا غضروفی. بینی گوشتی به بینی میگیم که پوست زخیمی داره و غضروفهای نازکی داره. غضروفهای ضعیف، پوست زخیم. بینی غضروفی به بینی گفته میشه که پوست نازکی داره، غضروفهای محکمی داره. حالا بقیه بینی ها بین این دوتا تو این طیف قرار می گیرن. حالا بعضیشون پوست زخیم، دو سر طیف، یه سر طیف اون سریه که پوست زخیم غضروف نازک، یه سر طیف اونیه که پوست نازک غضروف قوی. حالا بقیه بینی ها بین این دوتا هستن، یعنی یا پوست ضخامتش بیشتر میشه یا غضروف قوی تر میشه. هر چی به سمت بینی غضروفی بریم، تکنیک های جراحی پلاستیک موفقیتشون بیشتره.
یعنی پوست نازکتری داشته باشن. پوست نازکتری داشته باشن امکان ایجاد تغییرات بیشتره. جراح قدرت مانور بیشتری داره. میتونه بینی مریض رو تغییرات خیلی بیشتری روش انجام بده. درست. ولی وقتی بینی گوشتی باشه جراح قدرت مانور آنچنانی نداره. تغییرات آنچنانی نمیتونه انجام بده. حالا خیلی از افراد به ما مراجعه میکنن که بینی‌های خیلی گوشتی بزرگی دارن و از ما توقع دارن که همون نتیجه‌ای رو براشون ایجاد کنیم که یه فردی که بینی قذروفی داره. بله. اصلا یه همچین چیزی امکان پذیر نیست. اون وظیفه پزشکی که قبل از عمل با مریض خوب صحبت کنه که این چیزی که شما دنبالش هستید امکان پذیر نیست. ما برای بینی‌های گوشتی هم قدرت انجام یه سری کارا رو داریم. درسته. شکل ظاهریش رو میتونیم خیلی بهتر بکنیم نسبت به اون چیزی که هست. ولی خب خیلی از افرادی که ما مراجعه می‌کنن چون نتیجه جراحی‌های بینی قذروفی رو دیدن و تغییرات خیلی فوق‌العاده اونو مشاهده کردن توقع دارن که بینی اونا هم همینقدر تغییر بکنه. درست. ولی همچی چیزی نیست. حالا در آینده به احتمال زیاد بشر اینقدر پیشرفت میکنه که میتونه یه همچی کارهایی هم انجام بده. ولی در حال حاضر با تکنیک‌های موجود و فعلی جراحی پلاستیک همینقدر که ما میتونیم روی بینی‌های گوشتی یه سری تغییراتی ایجاد کنیم که ظاهر بهتری داشته باشن همینقدر بالاخره یه مقدار پیشرفته. جای شکرش باقی. خب حالا بعد عمل چطور؟ یعنی در ارتباط با پاسخدهی در واقع عمل جراحی آیا فرقی و تفاوتی بین بینی گوشتی و قذروفی وجود داره؟ یعنی ممکنه که برگشت وجود داشته باشه در ارتباط با بینی های گوشتی؟ بله ببینید این سوال خیلی سوال خوبیه. فردی که بینی قذروفی داره یعنی پوست نازکی داره قذروف های محکمی داره احتمال برگشت نتیجه جراحی بسیار ناچیزه. چون داربست بینی اون چیزی که اسکلت بینی رو نگه می‌داره مخصوصا در قسمت نیمه تحتانی بینی قذروفه. حالا اگر این قذروف ها محکم باشه اصلا امکان این که اینا بخواد اون فرایند فیبروز و ترمیم های بعد از عمل تغییر شکلی تو بینی ایجاد کنه خیلی کمه. بله. ولی اگر که قذروف ضعیف باشه و پوست ضخیم باشه خیلی طبیعیه که وقتی فرایند ترمیم و فیبروز اتفاق میفته اصلا یه تغییر شکل خیلی شدیدی میتونه ایجاد کنه توی بینی. درسته. حالا ما کاری که میکنیم اینی که برای بینی گوشتی تقویت قذروفی انجام میدیم. یعنی قذروف ها رو از قسمت های مثلا از تیغه وسط بینی از سپتوم برمیداریم به وسیله اون قسمت های تیپ یا نوک بینی رو تقویت میکنیم که بعد از اینکه فرایند ترمیم شروع شد اون تغییر شکل اتفاق نیفته. ولی اون چیزی که مسلمه یک بینی گوشتی بعد از عمل مستعد تغییر شکل مستعد برگشته. اگر تکنیک های جراحی پلاستیک خیلی خوب و دقیق انجام بشه احتمال برگشت کمتر میشه. ولی خب به هر حال بینی گوشتی مستعد تغییر شکل و برگشته. درسته. حالا آقای دکتر یه نکته‌ای رو اشاره کردید که به هر حال مریض ها میان کسانی که دوست دارن عمل بیشتر زیبایی انجام بدن شاید مراجعه میکنن و خواسته های شاید بعضا نامعقولی اصلا دارن. حالا حتی مثلا من شنیدم که از فتوشاپ استفاده میکنن و خودشون چهرهشون رو تغییر میدن یا حالا یه سری عکس میارن نشون میدن میگن ما دوست داریم مثلا بینیمون این شکلی بشه. اصلا اینا امکان پذیر هست واقعا یا نه اینکه استفاده از این نرم افزارها و این تغییراتی که روی تصاویر ایجاد میکنن در عمل و در واقعیت امکان به وجود آوردنش هست؟ ببینید ما خیلی از بیماران رو داریم که ما مراجعه میکنن و ما میگن که من بعد از عمل چه شکلی میشم. میخوام شما برای من فتوشاپ کنی که بعد از اینکه من بینیمو عمل کردم چه شکلی میشم. من میخوام ببینم میپسندم اون بینی رو یا نه. درسته. یا اصلا بعضی از افراد رو داریم که برای ما عکس میارن مثلا عکس هنرپیشه ها رو میارن میگن من میخوام این شکلی بشم. دقیقاً. این بحث خیلی خوبیه که ما در این مورد صحبت کنیم که یه خورده اطلاعات هممون در این مورد اضافه بشه. ببینید اولا هر بینی رو هر کاری نمیشه روش انجام داد. بله. ثانیاً چهره آدم ها با هم دیگه فرق میکنه. این زیرساخت صورت آدم ها با هم فرق میکنه. فک بالا، فک پایین، فرم چشما، رنگ چشما، فرم لب، همه اینا با هم فرق میکنه. هر کدوم از این صورت ها یه بینی خاصی نیاز داره. درسته. این که شما عکس یک هنرپیشه مثلا یه هنرپیشه که دوست داری رو بیاری بگی من میخوام این شکلی بشم، خب جواب ما به اون فرد اینه که شما اول چشم ابروتون اون شکلی کن، گونه‌تون شکلی بشه، لبتون شکلی بشه، چونه، موها، اینا همه این شکلی بشه، بعد من بینیتم انشالله اینطوری انجام میدم. حالا غیر از این که زیر ساخت صورت با هم دیگه فرق میکنه، بینی هم بالاخره ما حداقل 70-80 نوع بینی داریم. درسته. که اینا هر کدوم مشکلات خاص خودشونو داره. این که ما بیایم کپی برداری بکنیم مثلا یه بینی رو شبیه یه بینی دیگه بکنیم در حال حاضر امکان پذیر نیست. درست. ما تا حدودی میتونیم تغییرات ایجاد بکنیم که شکل اون بشه.
ولی اینکه شما فکر کنید من میتونم اینو کپی بکنم، حالا ایشالله 100 سال دیگه 200 سال دیگه بشر اینقدر پیشرفت میکنه که ما اصلا پرینت میگیریم و بینی رو این شکلی در میاریم. درسته. ولی در حال حاضر با تکنیک های فعلی جراحی پلاستیک یه همچین درخواست های نامعقولیه. یا اینکه میگن فتوشاپ کن من ببینم چه شکلی میشم. ببینید انسان یک موجود زنده است. این نیست که ما یه سنگ رو بخوایم برداریم حکاکی بکنیم و یه شکلی روش ایجاد بکنیم. بعد از اینکه شما عمل کردی، قضروف مریض، پوست مریض، مخاط مریض، اینا همشون شروع میکنن به واکنش نشون دادن و تغییر شکلهایی ایجاد میکنن که اصلا تحت کنترل جراح نیست. ما داریم یه موجود زنده رو عمل میکنیم. پس مطمئنن نمیتونیم قبل از آغاز عمل براش تعیین کنیم که چه شکلی خواهی شد. آفرین، یه همچین چیزی اصلا در حال حاضر امکان پذیر نیست که شما بیایی من بگی فتوشاپ کن من ببینم چه شکلی میشن. ما میتونیم با استفاده از اون عکسایی که شما آوردی یا صحبتایی که شما میکنی متوجه بشیم حدوداً چه چیزی در ذهن شماست و سعی کنیم به اون سمت پیش بریم، نزدیکتر بشیم. اما هیچ تضمین یا گارانتی وجود نداره که جراح بتونه همچین کاری بکنه. درسته. جراح بالاخره دلش میخواد حتما رضایت مریض فراهم بشه. ولی اینکه شما فکر کنی الان یه عکس بیاری برام بگی من میخوام این شکلی بشم، یه هم چیزی نیست. یه موزلی هم که ما داریم خیلی از افرادی که دنبال جراحی زیبایی میان، افراد هنرمند هستن، افرادی هستن که افکار ایدئال گرایانه دارن. ما خیلی می‌بینیم اینا مثلا یه سری چهره‌ای رو خودشون حتی طراحی می‌کنن، میان میگن من می‌خوام این شکلی بشم. از تو این فکر در حال حاضر باید بیایم بیرون. درسته. این که حالا یه مقدار واقع‌بینی و واقع‌نگری خیلی شاید کمک می‌کنه به بعضی‌هایی که گرفتار این مباحث میشن و از اون سمت دیگه شاید به هر حال مشاوره با روانپزشک یک امر ضروری و اشراف ناپذیری به نظر برسه، در این خصوص که حالا در این مورد هم با دکتر حسنانی صحبت خواهیم کرد، ببینیم که در این تیم درمانی جایگاه روانپزشک کجاست و به معنی مشاوره چقدر میتونه کمک بکنه به افرادی که حالا در واقع خواستار چنین اعمال جراحی هستن. اما اجازه بدید یه بخش دیگر رو آماده داریم، این رو با هم ببینیم، برمیگردیم در این خصوص هم صحبت خواهیم کرد. خب ما در خدمت آقای دکتر حمیدرضا حسنانی هستیم و در این برنامه زیتون که از شبکه جامعه جمع براتون پخش میشه در ارتباط با مشکلات بینی داریم صحبت میکنیم. در بخش خبر آنلاین هم در خدمت سرکار خانم نادر سپاهی هستیم و خدمت شما سلام میکنم. در خدمتتون هستم. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر حسن زاده، خدمت مهمان محترمم سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان محترم برنامه زیتون از شبکه جام جم، امیدوارم که سلامت باشید. همچنین اجازه میخوام که این ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض کنم. آقای دکتر حمیدرضا حسنانی متخصص گوش و حلق و بینی و عضو آکادمی جراحی پلاستیک از اروپا و از مبتکران عمل بینی مطابق با استانداردهای زیبایی بینی و شاخصه‌های فرهنگ ایرانی هستند. آقای دکتر می‌خواستم بهتون بگم که اگر امکانش هست در این زمینه توضیح بفرمایید. بله، ببینید در رابطه با جراحی پلاستیک استانداردهای زیبایی از غرب وارد شده. یعنی استانداردهایی که ما در حال حاضر بر اساس اونا عمل میکنیم استانداردهای غربیه. در غرب بینی مطلوبه که حجم داشته باشه، یعنی برخلاف فرهنگ ایرانی که بینی زیبا رو یا بینی کوچیک میدونن، توی اروپا اینطوری نیست. بینی زیبا باید خوش فرم باشه به اضافه اینکه حجم هم داشته باشه. حالا ما اگر که بخوایم بینی رو مطابق با شاخصهای اروپایی عمل کنیم، معمولا مریضای ما ناراضین. یعنی شما خیلی از مریضا رو می‌بینید که بعد از عمل شاید دماغشون بزرگتر شده و اینا میان میگن آقای دکتر من رفتم پیش فلان همکار عمل کردم بینیم الان بزرگتر شده، خودش هم میگه خیلی خوبه، این چرا اینجوریه؟ ببینید این درسته، یعنی اون چیزی که ما و همکارانمون آموزش دیدیم به عنوان استاندارد زیبایی و استانداردهای غربیه. استاندارد غربی هم یه بینی رو خوش فرم می‌دونه که حجم هم داشته باشه. حالا اگه ما بخوایم بر اساس اون عمل کنیم، مریض ایرانی بعد از عمل احساس میکنه بینیش بزرگتر شده. بنابراین ما حالا هدفمون این بوده که ما بیایم یه جوری جراحی بکنیم که علاوه بر اینکه استانداردهای زیبایی رعایت میشه، مریض ایرانی هم نگرانیش کمتر بشه، بینیش یه خورده کوچیک‌تر بشه. معذری که در این زمینه وجود داره اینی که بینی که کوچیک میشه بافتش باید تضعیف بشه، بنابراین در آینده ممکنه مشکل تنفسی ایجاد بشه براش. چون این چیزی که بینی رو باز نگه داشته این قضروف‌ها و استحکام قضروف‌هاست.
حالا ما برای کوچیک کردن بینی چاره ای نداریم جز اینکه این قزروفا رو بتراشیم. قزروفی هم که تراش میخوره خواهناخا تضعیف میشه و در دراز مدت ممکنه فرد دچار مشکلات تنفسی بشه. حالا موزری که اینجا وجود داشت این بود که ما چه کار کنیم که هم بینی کوچیک بشه هم تضعیف نشه، مشکل تنفسی ایجاد نشه. روش هایی که ما در موردش صحبت میکنیم این روش هاست که ما بینی رو کوچیک میکنیم، همراه با اون با استفاده از قزروف هایی که از نقاط دیگه بینی برمیداریم بینی رو تقویت میکنیم، مخصوصا قسمت نوک بینی و قسمت های مربوط به دریچه بینی رو تقویت میکنیم. این باعث میشه که بینی همزمان هم کوچیک بشه هم فرد مشکل تنفسی در دراز مدت پیدا نکنه. این اون چیزیه که خب به هر حال مقبول ایرانیانه. ما اگر بخوایم دقیقاً همون استانداردهای اروپایی رو انجام بدیم می‌بینیم که اکثریت مریضامون ناراضی هستن، میگن آیا دکتر چرا بینی من بزرگه هنوز؟ من در بین دوستان و آشنایان میگن تو هنوز بینیت بزرگه، تو عمل کردی چرا بینیت بزرگه؟ در حالی که تو فرهنگ ایرانی بینی مطلوب بینی کوچیک محسوب میشه. بنابراین ما چاره‌ای نداریم که در این زمینه خلاقیتی داشته باشیم و بینی رو علاوه بر اینکه زیبا می‌کنیم یه مقدار کوچیک هم بکنیم که مورد پسند مراجعه کننده ایرانی هم قرار بگیره. بله. خیلی سپاسگزارم از توضیحتون. آقای دکتر تو این سایت‌ها رو که من در واقع مرور می‌کردم با چند تا خبر به روز پزشکی برخورد کردم که احساس کردم می‌تونه یک مژده‌ای باشه برای در واقع افرادی که خیلی علاقه دارن به جراحی‌های پلاستیک به خصوص به جهت زیبایی. یکی این بود که جراحی بینی 5 دقیقه‌ای فکر می‌کنم به وجود اومده. می‌خواستم اگه امکانش هست در این مورد توضیح بفرمایید و اینی که آیا مناسبه برای همه افراد یا عده خاصی فقط میتونن ازش استفاده بکنن؟ ببینید جراحی بینی 5 دقیقه‌ای رو منم دیدم. اینطور نیست که شما هر بینی رو بتونید با این کارا ظاهرش رو اصلاح کنید. معنیش اینه که حالا ما با استفاده از سری مواد فیلر، مواد پرکننده، یک سری نقص‌هایی که توی بینی وجود داره رو پر می‌کنیم. مثلا افرادی که این قسمت اتصال بینی و پیشونی خورده فرو رفته هست، این میشه با تزریق یه سری ژل‌هایی پرش کرد و در عرض 5 دقیقه بینی مریض و ظاهر مریض رو خیلی بهتر کرد. یا افرادی که نوک بینیشون افتاده است، میشه یه مقداری تزریق ماده پرکننده بکنیم، یکم نوک بینی بالاتر بیسته، قشنگ‌تر بیسته. اول اینا جراحی نمیشه. درسته. یه جور کار به قول معروف زیباییه. یه کار زیباییه. و این ژل ها هم معمولا اثرشون ماندگار نیست. بعد از 6 ماه معمولا از بین میره. باز دوباره تجدید میشه. دوباره باید تجدید بشه. ژل هایی هم ما داریم که ماندگارن. ولی اون ژل هایی که ماندگارن و در حال حاضر توی بازار موجودن عوارض خیلی شدیدی داشتن و ما اجتناب داریم از این اجتناب میکنیم از استفاده از اونا. درست. اون ژل هایی که عوارضی ندارن و راحت میشه ازشون استفاده کرد ژل های موقتی ان. اسیتیالورونیک هم میشه راحت استفاده کرد، بعد از 6 ماه هم از بین میره. یعنی فرد باید بیاد مرتب تجدید استفاده بشه. کنه. خب این برای بینیایی که حالا اشکالاتی داره که به صورت فرو رفتگی یا اشکالات نقصاییه که به هر حال حالت فرو رفتگی داره. بله. حالا شما حساب کنید یه فردی که بینی بزرگی داره، قوز داره، نوکش افتاده، خب با این تزریق ژل شما چطوری می‌خواید این بینی رو تغییر شکلی بدید؟ برای یه سری موارد خاص است. برای یه سری موارد خاص. دکتر آقای مدرسه با اشاره کردم به عمل‌های جراحی 5 دقیقه‌ای و این تبلیغات خلاصه مختلفی که در جای مختلف هم می‌بینیم. اما اگه بخوایم راجع به تکنیک‌های نوین در عمل جراحی زیبایی صحبت کنیم به چه مواردی اشاره میکنید؟ الان لیزر چه کاربردی داره در عمل جراحی زیبایی بینی؟ ببینید لیزر توی رشته های مختلف پزشکی کاربرد خیلی وسیع پیدا کرده. مخصوصا در چشم پزشکی واقعا نتایج درخشان و فوق‌العاده ایجاد شده. خب مراجعین ما میان میگن خب شما چرا با لیزر عمل نمی‌کنید؟ یعنی توقعشون اینه که ما هیچ برشی روی بینی ندیم. بله. و با استفاده از لیزر مثلا استخوان رو برش بدیم، قزروف رو برش بدیم. این از آرزوهای بشر هست و احتمالاً در آینده نه چندان دور هم این مسئله اتفاق خواهد افتاد. من دیدم که خیلی دارن روی این قضیه کار میکنن که از لیزر استفاده کنن برای برش دادن روی استخوان، برای برش دادن روی قزروف. اگر اون روز فرا برسه و تکنولوژی اینقدر پیشرفت کنه که ما بتونیم با استفاده از لیزر عمل کنیم، خب ما هم 5 دقیقه بینی رو عمل می‌کنیم، 4 تا برش با لیزر می‌دیم. ولی فعلاً چنین چیزی وجود نداره. در حال حاضر در حال ساخته. در حال بررسی و تحقیقات بله در حال حاضر انتظار انجام این همچین عملی از جراحان دور از انتظار. باید صبر کنن، حالا علمی خورده بیشتر پیشرفت کنه، ان شاء الله 20 سال دیگه 30 سال دیگه همچین کاری میکنه. خب ما در خدمت شما هستیم. خواهیم داد سپاهی باز اگر سوالی هست در مورد لیزر سوال کردین آقای حسن زاده. از آقای دکتر سوال شده که آیا پولیپ بینی رو میشه با لیزر عمل کرد؟
ببینید در حال حاضر پلیپ های بینی با استفاده از اندوسکوپی عمل میشه. اندوسکوپی ها یه سری لنز هایی هستن که ما با استفاده از اونا وارد بینی میشیم و با استفاده سری از دستگاه های کمکی پلیپ ها رو میتراشیم. حالا این هم روش داره کار میشه که با استفاده از لیزر این پلیپ ها رو ما اصلا نابود کنیم. ولی در حال حاضر ما هنوز نمیتونیم از لیزر استفاده کنیم برای اینکه پلیپ های بینی رو از بین ببریم. برای پلیپ های حنجره ما الان داریم از لیزر استفاده میکنیم. کاربردش هم خیلی وسیع شده. یا در ورته با حتی تومورها و سرطان های حنجره استفاده از لیزر باب شده و خیلی هم پیشرفت کرده. ولی در رابطه با بینی هنوز استفاده از لیزر خیلی باب نشده و ما کاربرد آنچنانی نداره برای اون لیزر توی بینی. بله. خانم مهناز از لندن تماس گرفتن. ایشون پرسیدن مدت 2 ساله که ترشح پشت حلق دارم و به من گفتن که دارای کیست های سینوس فکی هستم. آیا باید عمل کنم؟ لطفا منو راهنمایی کنید. ببینید کیست های سینوس فکی در صورتی که منافذ سینوس رو نبسته باشه نیازی به جراحی نداره. ما یک سری حفرات توخالی توی جمجمه داریم که این حفرات اسمشون سینوسه. وظایف متعددی دارن مثلا بهتر شدن کیفیت صدا. شما ببینید در حین سرماخوردگی که این سینوس ها بسته میشه صدای حالت خفه و گرفته داره. ولی وقتی این سینوس ها فعال و باز باشن صدا رزونانس و ارتعاش خیلی خوبی داره. حالا اگر این کیست هایی که داخل سینوس هست اومده باشه منافذ سینوس رو بسته باشه طوری که ترشحات سینوس نتونه خوب تخلیه بشه و تهویه سینوس رو دچار اختلال کرده باشه، در این صورت سینوس های فکی باید عمل بشن و جراحی بشن خارج بشن. ولی اگر که سینوس فکی هیچ گونه اثری روی منفذ سینوس نداره و توی گوشه ای از سینوس برای خودش هست، اصلا هیچ گونه نیاز به جراحی نداره. بسیاری از افراد رو داریم که شما اگه عکس بگیرید 2-3 تا کیست توی سینوس های فکیشون هست و اصلا هم نیاز به اقدام جراحی ندارن. در خدمت آقای دکتر حمیدرضا حسنانی هستیم، متخصص بیماری های گوش و حلق و بینی و در ارتباط با عمل جراحی بینی و مشکلاتی که مربوط هست به بینی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، حالا در ارتباط با عمل های مختلف بینی که صحبت کردیم، شاید این سوال پیش اومده باشه برای بیننده های ما که قبل از عمل چه مراقبت هایی لازم هست؟ در حین عمل چه اتفاقاتی میفته؟ آیا نیاز به بیهوشی هست یا نه؟ این بیهوشی عوارضی میتونه داشته باشه یا نه؟ و از اون طرف دیگه مراقبت های بعد از عمل چگونه هست؟ بله، در رابطه با اقداماتی که قبل از عمل انجام میشه، اگر فرد زیر 40 سال باشه و سابقه بیماری خاصی نداشته باشه، آزمایش های چندان مهمی نیاز نیست. حالا ما آزمایش که انجام میدیم یه سری اختلالات انقادی رو فقط بررسی میکنیم که آیا فرد داره یا نداره. همین هم اگر فرد شرح حالی از خون ریزی های غیر طبیعی نداشته باشه، حتی اون آزمایشات هم نیاز نیست. بنابراین برای فردی که زیر 40 ساله و سابقه بیماری خاصی نداره، شرح حال از هیچ بیماری خاصی نمیده، برای انجام یک جراحی زیبایی بینی هیچ گونه آزمایشی نیاز نیست. ولی حالا ما برای اینکه خیالمون راحت‌تر باشه یه سری تست‌های انقادی رو انجام میدیم. بله. اگر فرد بالای 40 سال باشه یا سابقه بیماری خاصی داشته باشه، حتما باید آزمایش‌ها و بررسی‌های دقیق‌تری انجام بشه. باید حتما از لحاظ قلبی، ریوی، کلیوی اینا بررسی بشه که ببینیم فرد کاملا در سلامت باشه. برای اینکه جراحی پلاستیک بینی یک اقدام ضروری نیست که ما بخوایم فرد جانش رو به خطر بندازیم برای انجام این جراحی. بله. خب حالا از اقدامات دیگه‌ای که لازمه، شب قبل از عمل باید به مدت 8 ساعت فرد ناشتا باشه. یعنی هیچ از هر گونه خوردن و آشامیدن باید بپرهیزه. بله. چرا؟ برای اینکه موقعی که فرد بیهوش میشه یه مقداری این دستگاه گوارش اون حالت اسفنکتری و بسته بودنش از دست میده، ممکنه مواد از توی معده برگرده وارد ریه بشه و خطر ایجاد بکنه برای این مریض. بنابراین ناشتا بودن به مدت 8 ساعت باعث میشه که محتویات دستگاه گوارش تخلیه بشه و این خطر از بین بره. دیگه اینکه فرد بعد از مصرف داروهایی که خونریزی ایجاد میکنه پرهیز کنه، مثل داروی آسپرین، داروهای بروفن، سایر انسیت ها، پیروکسیکام، این داروها رو نباید استفاده بکنه. بله. افرادی که دخانیات استفاده میکنن، سیگار یا قلیون یا چیزایی مثل این، اونا نباید استفاده بشه. برای اینکه دخانیات دشمن جراحی پلاستیک هستن. درست. اینا باعث میشن که هم نتیجه جراحی پلاستیک نتیجه خوبی نباشه، هم فرایند ترمیم به کندی صورت بگیره. در رابطه با اینکه آیا جراحی باید با بیهوشی باشه یا با بیهستی باشه، جراحی پلاستیک بینی حالا جراحی مهمی نیست که ما بگیم حتما به خاطرش فرد رو باید بیهوش کنیم. با بیهستی هم امکان پذیره. حالتی که فرد بیهست بشه داروهای آرام بخش بگیره هم امکان پذیره.
هر طوری که فرد همکاری بکنه امکان پذیره. ولی از اونجایی که بسیاری از افرادی که برای جراحی پلاستیک مراجعه میکنن افرادی هستن حساسن، یه خورده میترسن، اینا معمولا با بی اس سی نمیذارن جراحی فرایندش تکمیل بشه. بعضیشون وسط عمل میگن دیگه ما اجازه نمیدیم عمل ادامه پیدا کنه. بله. به خاطر همین دیگه الان در حال حاضر این روش‌های بی اس سی منسوخ شده، کسی با بی اس سی عمل نمیکنه. برای چند دقیقه فرد بیهوش، جراحیش انجام میشه، بعدم بیدار میشه بدون اینکه هیچ گونه عارضه ایجاد بشه. خب الان بسیاری از افراد میترسن میگن نکنه ما بیهوش بشیم دیگه به هوش نیاییم. بله. ببین این ترسا بیشتر به گذشته برمیگرده، زمانی که داروهای بیهوشی عوارض زیادی داشت و مشکلاتی پیش میومد، فرد بیهوش میشد و مشکل میومد پیش میومد سر عمل. ولی خوشبختانه داروهای بیهوشی امروزی خیلی بی خطر و سیفن. درست. یعنی ما در سال تو کل شهر شاید از تعداد انگشتان دست تجاوز نکنه کسایی که مشکل براشون پیش مشکلی پیش بیاد براشون. شما اگه بخواید مثلا با عبور از این خیابون در نظر بگیرید که خطر عبور از این خیابون که ماشین به من بزنه بیشتر یا بیهوشی، شاید قابل مقایسه باشه. دیگه ما از بیهوشی و عوارضش خیلی نمیترسیم، به خاطر همین خیلی راحت ما مریضا رو بیهوش میکنیم و جراحی براشون انجام میدیم. و مراقبت‌های بعد از عمل چطور هست دکتر؟ مراقبت‌های بعد از عمل بیشتر بر اساس اینه که ورم مریض زودتر بهتر بشه، که خب فرد باید به مدت 48 تا 72 ساعت در حین استراحت زیر سرش بالا باشه. درست. که اون ورم از توی صورت پخش بشه بیاد توی بدن. دیگه اینکه باید استراحت بیشتری بکنه تا بدن فرصت اینو داشته باشه که فرآیند ترمیم رو انجام بده. دیگه از هر گونه خوردن و آشامیدن موادی که نیاز به حرکات شدید فک داره، مثلا گاز زدن به سیب که فک باید فشار بیاره، باید مواد غذاییش نرم باشه، مواد غذایی اونجوری مصرف نکنه. بله. خب یه سری اقداماتی هم هست در مورد اینکه چطوری استحمام بکنه، چطوری بدنش رو بشوره، اینا رو که برای توضیحات بیشتر میتونن به سایت مراجعه کنن. توی سایت هم به صورت تصویری هم به صورت متنی کاملا توضیح داده شده که چه اقداماتی رو بعد از عمل نیاز هست انجام بدن. بسیار خب، یکی از مواردی هم که شاید راجبش هم صحبت کردیم و به نظر میرسه وجودش ضروری هست، همین مشاوره های روانپزشکی هست که حالا در یک تیم درمانی که دارن این کار رو انجام میدن وجودشون ضروری به نظر میرسه. شما خودتون آقای دکتر، مریضایی که بهتون مراجعه میکنن، اصلا اینجوری بپرسم سوالمو که هر کسی که به شما مراجعه میکنه برای عمل جراحی زیبایی، حالا جنبه درمانیشو که در ابتدای برنامه صحبت کردیم که جدا هستن، بحثش فرق میکنه، آیا همه رو واقعا قبول میکنید یا اینکه نه بررسی میکنید که آیا این خواستش خواسته منطقی هست یا خیر؟ ببینید واقعا این بحث مشاوره روانپزشکی قبل از عمل جراحی پلاستیک بینی باید جدی گرفته بشه. بله. چون بسیاری از افرادی که به ما مراجعه میکنن برای جراحی پلاستیک توقعاتی بیشتر از جراحی پلاستیک دارن. بله. یعنی مشکلاتی توی زندگی دارن که فکر میکنن با این جراحی پلاستیک مشکلات حل میشه. بله. مثلا فرد شغل خوبی پیدا نکرده، همسر خوبی پیدا نکرده، یه مشکلاتی از این دست داره و دنبال اینی که بعد از اینکه جراحی پلاستیک رو انجام داد اون مشکلات حل بشه. درست. و بعد از جراحی پلاستیک اون مشکلات حل نمیشه و فرد سرخورده میشه و این بازگشت و بازخوردش برمیگرده دوباره به ما. درسته که حتما باید قبل از جراحی پلاستیک مشاوره روانپزشکی انجام بشه. صحیح. اونطور متاسفانه خود ما هم هنوز این کار رو به صورت سیستماتیک و دقیق انجام نمیدیم، به خاطر اینکه هنوز اون شرایطش پیش نیامده. مثلا یه مریض که برای جراحی پلاستیک مراجعه کنه، ما میگیم شما الان برو اولی مشاوره روانپزشکی انجام بده. مریض میگه من دیوونم که بخوام برم مشاوره روانپزشکی انجام بدم. بعضی هم شاید هنوز این باور رو نداشته باشه. بله، هنوز فرهنگش ایجاد نشده که ما بتونیم قبل از عمل با مریض مشاوره روانپزشکی انجام بدیم. واقعا یه درصد بالایی از افرادی که برای جراحی پلاستیک مراجعه میکنن و بعداً باعث نارضایتی میشن و از پزشکشون ناراضی هستن یا ابراز نارضایتی میکنن، نه افرادی هستن که نباید جراحی میشدن. درسته. باید به وسیله روانپزشکا مشکل اینا رو حل میکردیم، اصلا قرار نبوده اینا جراحی پلاستیک براشون انجام بشه، ولی به اشتباه از زیر دست ما در رفتن، اینا رو ما نتونستیم تشخیص بدیم، جراحی کردیم، بعد از عمل خب گرفتاریایی برای خود مریض و برای پزشک ایجاد میشه. حتما توصیه ما اینه که مریض قبل از جراحی پلاستیک مشاوره روانپزشکی انجام بده. بله. انشالله فرهنگش پیش بیاد و
و مراجعین ما فکر نکنن که حالا مشاوره روانپزشکی معنای خاص دیگه ای داره. آقای دکتر، در ارتباط با چسب بینی سوال شده، اینی که خانم سهرابی فرمودن چسب بینی تا چه زمانی باید استفاده بشه و آیا لازمه که حتما بعد از عمل در واقع استفاده بشه؟ ببینید، بعد از اینکه عمل زیبایی بینی انجام میشه، به مدت 2 هفته چسب زدن به بینی روی شکل بینی تأثیر داره. برای اینکه بینی فرم بهتری پیدا کنه بعد از عمل، به مدت 2 هفته بعد از عمل باید چسب زده بشه. منتها بعد از اون دیگه فقط در کاهش ورم تأثیر داره. یعنی ورمی که بعد از عمل هست به مدت 2 ماه تا 1 سال، اون چسبی که ما میزنیم باعث میشه که اون ورم کمتر بشه. بنابراین 2 هفته روی شکل بینی اثر داره، به مدت 2 ماه اگر بزنن روی ورم بینی اثر داره. ولی اینکه بعضی وقتا می‌بینیم ما تا 3 ماه تا 6 ماه دارن چسب می‌زنن، اصلا ارزشی نداره. و جز اینکه مریض رو اذیت بکنه هیچ فایده دیگه‌ای نداره. حالا چون راجع به چسب پرسیدین، بد نیست که این نکته رو اشاره کنیم که آقای دکتر، بعضی وقتا توی تبلیغات اینور اونور می‌بینیم که یه سری چسب‌هایی رو تبلیغ می‌کنن به عنوان چسب کوچک کننده. و بدون نیاز به عمل جراحی این چسب‌ها رو اگه روی بینی بچسبیم، بینیتون کوچک میشه. این اصلا فکر کنین از نظر علمی درست است؟ خب دیگه این بینندگان باید به هوش خودشون مراجعه کنن ببینن آیا ما با این همه چکش و جراحی و چاقو و اینا بینی رو نمیتونیم اون شکلی که مریض میخواد براش ایجاد کنیم. حالا به این راحتی با یه چسب، با یه چسب زدن اگر بشه که واقعا خب. خانمی سوال کردن که خانم تانیا، آیا عمل بینی روی فک صورت هم تاثیر میگذاره؟ من احساس میکنم که فک پایینم کمی جلوتر هست، آیا با عمل بینی جلوتر به نظر میرسه؟ ببینید، سوال باید برعکس پرسیده بشه. عمل فک باید ابتدا انجام بشه. اگر فردی دچار اختلال فکه، مثلا فک پایین کوچیکه، فک بالا جلوه، یا برعکس مشکلاتی از این دست وجود داره، باید فرد اول مراجعه کنه، اون زیرساخت صورت اصلاح بشه توسط متخصصین فک و صورت، بعد به ما مراجعه کنه که ما بینی رو با اون فک تنظیم کنیم. در واقع سوال باید برعکس پرسیده بشه. یعنی اول زیرساخت درست بشه، بعد ما بینی رو بر اساس اون تنظیم